سلام به به دوستان گلم، حال احوالتون چطوره؟ چه خبرها؟ خوبین؟ خوش میگذره؟ عرض کنم خدمتتون که آب و هوای نظام ولایت طوفانیه. خودشون میگن اونقدر طوفانیه که میگن برای هر اقدامی فردا خیلی دیره. اونقدر از اینجور حرفا میزنن که بیا و ببین. در شرایطی که امروز در پیش داریم باید فکر دیگری کرد. تصور کنید وقتی در منطقه گردباد بسیار شدیدی می آید، ساکنان منطقه پنجره خانه های خود را تخت کوبی می کنند، چرا که گردباد همه چیز را به هم می ریزد. پیش بینی می شود که تحریم هایی که در پیش داریم بسیار شدید باشد. در نتیجه باید متناسب با آن مقاوم سازی صورت گیرد. وقتی که تحریم ها آمد دیگر فرصت تخت کوبی نیست. امروز باید شاهد باشیم که دولت چگونه مردم را برای رفتن داخل این طوفان آماده می کند. به چه کنم افتادن. باید در نظامو تخته کرد، اونم چهار میخه، چون تو ماهای آینده فقط تحریما نیست که سر نظام آوار میشه، برای بچه های قیامم هستن، خدمت میرسن. وجود دانه درشت ها در عرصه اقتصادی و مکیده شدن خون مردم توسط آنها اکنون برای همه مشهود و ملموس است. این وضعیت اگر ادامه پیدا کند جامعه ما با یک انفجار بزرگ مواجه خواهد شد که هیچ کس قدرت مهار کردن آن را نخواهد داشت. باید با صراحت و بدون تعارف اعلام کنیم که رانتخاری و دانه درشت پروری اختصاص به گروه و جناح خاصی ندارد، بلکه در میان تمام گروه ها و جناح ها این عناصر فرصت طلب و زیاد خواه وجود دارند. بله، هم اصولگرا و هم اصلاح طلب در حال سبقت گرفتن از هم دیگه سر راندخاری هستن. به خاطر همین بود که مردم شعار دادن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا، انفجاری بشه که همه شون از صد تا زید دود هوا بشن. سه قوه تدبیر نکنند فشار اقتصادی بیشتر می شود. حضور سازماندهی شده مجاهدین در بازار تهران. متاسفانه اگر کوچکترین اعتراضی در کشور شکل بگیرد بلافاصله جریان اعتراضات در دست مجاهدین قرار می‌گیرد. دولت در شرایط فعلی دچار سردرگمی است و نمی‌داند چه تصمیمی بگیرد، چرا که کارشناسان نظرات و طرح‌های متفاوت و مختلف را ارائه می‌کنند که وجه اشتراک آن دور بودن از واقعیت‌های کف بازار و مشکلات اصلی بخش خصوصی است. وای 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 وای، بنازم به بچه های قیام که حسابی پشت دست نظام رو داغ کردن. اینا هم سردرگومن و نشستن به امید امداد غیبی. بگی منو اومد براتون. غافل که دوران امداد غیبی امثال اوباما گذشته بابا. معاصره کامله، یه طرف مردم یه طرف دنیا. فعلا خدا نگهدار. Oh.